به نام خدا و به یاد شهدا، ساعت 6 بعد از ظهر است، نزدیکای افطار می شود. روز دوشنبه 14 سرطان 1395 مطابق 4 جولای 2016 دیس چنگاش سوالسم دیار سر و پینزنویم کال او دی جولای سلورم 2014 از ساعت 2 بجه من کمکار شروع کردم در علاقه پارلمان ریاستی سابق 5 سرک دارلمان روبروی شبخانی کیو یا لیسه نابینایی کمک به بیوه، معلول، معیوب، هموطنان فقیر، هموطنان غریب، هموطنان مستحق که اثر قوم، مذهب، زبان، نژاد بودن و حتی از نقاط مختلف افغانستان که در کابل زندگی میکنن. در علاقه پارلمان ما به گروپ اولی که 14 نفر بود 2000 کمک کردیم، 28000 افغانی شد. به گروپ دومش که 53 نفر بود 2000 کمک کردیم، 1,6000 افغانی شد، 106000 افغانی. به گروپ سومش هم که 53 هموطنان ما بودن 2000 کمک کردیم که 106000 افغانی هم با اونها شد. گروپ چهارمش که 43 نفر بودن 1000 کمک کردیم، چون پول به اندازه کافی نمانده بود که 2000 کمک کنیم، که 43000 افغانی شد. اگر اشتباه نکنم 283000 افغانی آنها کمک شد، 283000 افغانی کمک شد. بعد آمدیم پول گرفتیم، چون یک تعداد هموطنان ما گفته بودن به اسفندی ها کمک کنین، پیسه روان کرده بودن. ما طرف خانه روبابه جان که می آمدیم به اسفندی ها کمک شدیم. در مجموع به اسفندی ها 22 نفر بودن، 1000 کمک کردیم، 22000 شد. 283000 جمع 22 اگر اشتباه نکنم 3,5 لک افغانی می شود. بعد آمدیم طرف خانه روبابه جان که فعلا در خانه ایشان هستم، در کنار من است. بسیار خوشحال شدم که از نزدیک می بینم، نور چشم ماست. یک از وطنان ما در فیسبوک، در تلویزیون یک اگر اشتباه نکنم دیده بودن و برای من پول روان کرده بودن. در پولی که روان کرده بودن گفته بود به بیوه، معلول، معیوب و در عین زمان 15000 افغانی شی به روبابه جان کمک شوم. من آمدم که 15000 افغانی از این خواهر خود کمک کنم و همچنین 5000 افغانی برای سبز توفه درویش از خود کمک کنم، که در مجموع 20000 افغانی کمک میکنیم. دیموش خور روبابه جان در چی تاسی وینه یو هیوادوال 15000 افغانی مرست لیجری دی او زده 15000 افغانی مرست دوی تور کام نور مرست هم لیجری و چی دی کندو معلولین و سر ماتویلو چی مرست و که او 15000 بزانگری توک دیموش خور روبابه جان تور که 15000 افغانی در خپل معاش نه اضافه کوم، یه دوی سر مرسته کوم. هموطنان عزیز ما که با ما تماس میگیرین که ما در فیسبوک فلان نفر را دیدیم، فلان فرد را دیدیم، میخواهیم که کمک روان کنیم، شما برایشان برسانید. متاسفانه ما به هیچ صورت این افراد پیدا نمیتونیم، به خاطر که در کابل 6 میلیون جمعیت دارد و ژورنالیست ها که است معمولا گزارش که تهیه میکنن بسیار به ندرت ژورنالیست شماره تلفنی نفری که گزارش تهیه میکنن میگیرن. بنابراین من خواهش میکنم که از من نخواهید که من این افراد پیدا کنم و لطفا هیچ وقت پیسه روان نکنیم به من که من این افراد بیدیم. حتی وقتی که شما شماره تلفنش دارین به من پیسه روان میکنین، به من میگوین که به کمک کنین پول، شما به من روان نکنین، لطفا مستقیم خودتان با آنها در تماس شوین. آنها که در فیسبوک گذاشتن یا مثلا کدام شماره تلفن گذاشتن حتما میتوانن پول هم بگیرن، پس لازم نیست که پول شما به دست من برسه، از دست من به دست اونها برسه. به خاطر است که ما معمولا از افغانایی که با ما میگوید بعضی فامیل معرفی کنید که ما ماهانه پیسه روان کنیم یا بچه‌هایشان ما پیسه روان کنیم و مکتب برود. اصول ما، پرنسپ ما است که رد میکنیم، به خاطر که مثلا ما یک فامیل رو معرفی میکنیم، شما ماهانه $500 مثلا روان میکنین، بعد خدا نخواسته شما مریض میشوین یا خدا نخواسته تصادف پیش میاد یا خدا نخواسته زندگی است کار خود از دست میدین، بعد این $500 روان نمیتونید. اما این فامیل در دلش میکرده که ممکن است پیسه روان کنه و پیسه را آقای بشر دوست بگیرد. اعتماد سازی کار یک عمر است، اما اعتماد از دست دادن کار یک ثانیه است، یک پوکانه است. اعتماد به نظر من که یک سوزن اگر بخوره هوایش خالی می شود و اعتماد از دست می رود. بنابراین کسی را که شما در فیسبوک می بینید به من روان نکنید. و وقت من خارج روان کرده بودم گفتم که این بار من
میبرم و روبابا جان شماره تلفن خود میدهد، حساب بانکی خود میدهد، بعدا باش خودی صحبت میکند. پارلمان پی لحقیه که پخونه ریاست پنج دو لگه دری اتیازر افغانی مرستمو ویجره و کندو معلولین و مستحق و بیوز و خلق و چیز یتیمان هم دارد بیاد اسفندیان و سر دو بیشتر افغانی مرستی و شو چی دو لکه دری اتیازر افغانی چی دی دو بیشتر افغانی جمع کو پا مجموعی تو که دری لکه پینزه زر افغانی مرستی کردی دی دو بجه نه تر اوس چی پینزه کمش پاش بجیده اوس دی رو بابا جان پا کور کیو. همه تنان عزیز انتشارش دقیقا اینم اینجا شما میفهمین که اگر همین جورنالیست منتشر نمیکرد فیلم ویدیویی که از خواهر ما گرفته بود ما امروز خانیشان نمی بودیم به خاطر که ما نمیشناسیم، ما نمیفهمیم، ما خیلی نداریم و آن هموطنی ما از خارج کمک روان نمیکرد. ما قبل از اینجا که برسیم برادرش صحبت کردیم همین انتشاری در رسانه ها باعث شده بود که بعضی هموطنان ما که هنوز حس انسانیت در وجودشان بیدار است وطن و خاکستان را فراموش نکردند کمک روان کنند. دلیل دیگر انتشار این است که شفافیت مراعات شود. مثلا کسی که می 15000 افغانی را روان کرده وقتی در فیسبوک من میرود میبیند که منم پول دادم